چطورین؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید و سمک داون، جایی که دادگاه محاکمه رومن ریس توش برگزار شد. بریم که خیلی سریع راجع به این شو صحبت بکنم. همون اول شو ما دادگاهی رومن رینز رو داشتیم که دیدیم که در اوسوز وارد شدن و صحبت کردن راجع به مانی این بانک که رومن رینز رو بالاخره تونستن پین کنن. اوسوز به شدت تشویق میشد و بعد از اون دیدیم که پال هیمن و سولو سیکوا اومدن. اون قسمت مارک لوگوی براک لزنر هم دیدیم که جایگزین شده بود. من تو تلگرام گفتم واقعا اگر رفرنس باشه رفرنس مضحکی بود، اگر سوتی باشه باز هم مضحک بود. اصلا نمیفهمم داستان چی بود. حالا میگذاریم. سولو پال هیمن اومدن و یه سری حرفا رد و بدل شد و در نهایت خود رومن رینز وارد شد که کلن دیگه تعریفی نمی کنم. همه یه سگمنت های بلادلاین جذاب هستش. این اولین شوی بود که رومن رینز بعد از مانی دی بنک اومد و مردم این شعاری که تو پین شدی و کلی پشت بعد و بیرام بهش دادن. صحبت ها شدیدیم و صحبت ها از تیکه مثلا آدم خیلی عصبی رسید به جایی که احساسی شد. اینکه تو منظورش جیمی و سولو و جی بود. فاز احساسی گرفت اینکه من قبل از بلادلاین مینونتر رسلمنیا بودم، من قبل از شما این قهرمانی ها رو داشتم، نیازی اونقدر نداشتم به شما، ولی شماها به من نیاز داشتین و من بودم که باعث شدم مثلا شما به همچین جایی برسید. و رومن حرفای احساسی زد که من خودم بردم بالا تا بتونم هد خانواده باشم به قول نقل معمولی. و خب توی این پرومو مثل داستان دادگاه سمی زین اگه یادتون باشه توی شوراف که شاهکار بود، اینجا ما میبینیم که مثلا یه سری مدارک و جیمی میخوان رو کردن کار. این بی احترامی هایی بود که رومن رینز به ما کرد. خیلی به نظر من موفق نبودن تو این داستان، حالا بهتون میگم جلوتر چرا. رومن رینز هم این حرفای احساسی رو زد و گفتش که حالا انقدر من به شما خوبی کردم، حالا شما اینجوری جواب من رو میدی، این ویدیو رو میخوای به من نشون بدی، ارزش منو پایین بیاری. و دوباره اون داستان این که من شما رو دوست دارم و قربونتون برم و من به پول نیاز ندارم، من به اینقدر توجه نیاز ندارم و از این حرفا، فاز احساسی رو یه خورده بغض کرد و من به این چیزها نیاز ندارم و گفتش که تو اینو میخوای، منظورشون گردنبند رئیس قبیله بود که گفتش که نمیخوام، من به این نیاز ندارم اصلا. و اینجا هی بغضش بدتر شد و کلا زد زیر گریه، گفتش آره من تمومم، من دیگه تموم شدم، دیگه اینا رو نمیخوام. و میگفتش که آره تو اینو میخوای، اینا برای تو. کمربندش هم در آورده بود و همه اینجوری که، ولی خب واقعا اینجوری هم نبود که بگم وای رومن پشیمون شد. معلوم بود که میزنه دهن اینا رو سرویس میکنه، یعنی میخواد یه حرکت سریع بزنه که مردم یه دفعه ریاکشنشون بزنه بیرون. اینجوری نبود که اوه ای بابا پشیمون شد، نه، میدونستم این آخر میزنه دهن این دوتا رو سرویس میکنه. رومن بعد از این که داد به جی زانو میزنه و بعد از این که زانو زد لو بلو زد، زد توی تخم مرغای جی اوسو و اونجا درگیری شروع شد که آره من همچنان رئیس قبیلم. یه تیکه بسیار بسیار مهم داشتیم که اون گردنبند رئیس قبیله میفته رو رینگ و سولو بهش یه نگاه معنادار میکنه و این مهر تاییدی بود برای این که ما 100% سولو و رومن رینز رو هم میبینیم. آره اینا زدن دهن جیمیو که سرویس کردن هیچی و این سگمنت به پایان رسید. به نظر من سگمنت خیلی خیلی خفنی بود، ولی اگر بخوام مقایسه کنم با دادگاه قبلی که شو راو بود، جشن 30 سالگی شو راو اصلا قابل مقایسه نبود. اون شاهکار بود به نظر من، این فوق‌العاده بود، ولی اون واقعا به معنای واقعی کلمه شاهکار بود. میگم اینا خواستن یه کپی بکنن و نمیدونم این اصطلاح باش آشنایی، توفکاری، این که آره حالا مثل چه میدونم یه محصولی که نصف کار است، کامل نیستش. به نظر من یک کاری رو تکرار نکن، یا اگر تکرار میکنی بهتر از قبل انجامش بده. اگر بهتر از قبل بود بیشتر فقط صرفا برای اینکه اون چون قبلی موفق بود ما یه بار دیگه اینو تکرار بکنیم. دادگاه سمی زین اول این که اصلا ما میز و دیده بودیم که خیلی اصلا خیلی خفن بود، اینکه میومدن رفرنس میکردن ویدیوهای گذشته رو نشون میدادن و اینا. ولی انتظاری که من داشتم اوکی اینا میخواستن دوباره این حرکت رو بزنن برای جذب ویو، اوکی
اصلا مشکلی نیست، ولی واقعا باید بهتر از قبل اجرا میشد. حالا چجوری؟ یه سری شایعات شده بود که آره کل خاندان، حالا کل خاندان که نه، مثلا ریش سفیدای قبیله میان، بابای فلانی میان، اینا بودن خیلی خفن میشد اگر واقعا دوباره یک میزی بود میشستن و این حالا دقیقا با همین حرفا، این که رومن بغض کنه، ناراحت بشه، دوره زانو بزنه، دوره مثلا ریش سفیدام برگاشون بریزه، بعد میکروفون رو دستش بگیره، فیس تو فیس که بگه رئیس قبل منم. اینجوری اگر اتفاق میافتاد و ما اعضای بیشتری از قبیله رو میدیدیم خیلی خفن تر، تا اینکه این دوتا فقط وایستادن و میگم خیلی خفن بود، ولی اصلا به داستان سمی زین نمیرسه. اون اصلا یه چیز بی‌نظیری بود که یه بارم اجرا شد و فوق‌العاده اجرا شد. به نظر من در اون حد نبود. راستشو بخوای شو اسمکدان قوی نبود، یعنی تمام آیتم ها به جز بلادلاین، اصلا فوکوس این شو روی بلادلاین بود، ولی بقیه آیتم ها واقعا بده. چیزی نیست که خیلی بخوام راجبش صحبت کنم، فقط یه نتیجه سریع میگم. مسابقه ای بود سر کمر یونایتد استیتس، آستین تیوری مقابل شیمس، که آستین تیوری تونست دوره برنده بشه و اون دخالت همیشگی پرتی ددلی و اینا اصلا خوب نبود. خیلی بد. گریسون والر افکت رو داشتیم که گریسون والر خوب داره با لجندا کار میکنه، که گریسون والر گفتش که آره امشب ما خب ایدجو داریم و یک اعلامیه داریم. خب گفتیم چه اعلامیه است، و ایدج اومد، گریسون والر گفتش که اوکی خب اعلامیه چیه، ایدج میگفت خب چه اعلامی، و اینجا من گفتم واو این میخواد اعلام کنه بازنشست میشه، ولی داستان این بود که گریسون والر به زور میخواست بگه آره تو اعلام کن که بازنشسته میخوای بشه، ولی ایدج نمیخواست که اینو بگه، میگفت یعنی چی، اصلا من نمیفهمم تو چی میگی، و گریسون والر گفتش که آره میدونم که تو از ناحیه گردن مصدوم شده بودی و بعد از چند سال برگشتی دوده بی، این به خاطر چی بود؟ بهت پول خوبی دادم، و ایدج گفتش که نه من به خاطر مردم، به خاطر کسایی که اینجان برگشتم. حرفای زد راجع به سامور اسلم 98 و این چیزا که جالب بود در نوع خودش، و اینا وارد یه خورده تنش بحثی شدن، و در نهایت ایدج راجع به صحبت کرد که تو آره با سینا یه فیود ریزی داشتی و وارد داستان شدی، ولی تو خیلی راحت اومدی به این دریای پر از امواج و عمیق، باید یاد بگیری که شنا بکنی، وقتشه که شنا بکنی، و گفت من امشب یک مسابقه دارم و اون مسابقه با توه. مسابقه چون سب شد برای شو اسمکداون. ای جی استایلز مقابل کریان کراس که برنده ای جی استایلز شد، یه مسابقه فاجعه بار دیگه. ایدج گریسون والر که برنده مسابقه هم ایدج شد، و بعد از مسابقه هم گفتش که تو شنا کردی، همون رفرنس به حرفی که توی گریسون والر تاک شوشون زده بودن. این اسمکدان هیچ بار رسلینگی نداشت، صفر، یعنی فقط بلادلاین بود، و این واقعا یه نکته فوق‌العاده منفی بود برای اسمکدان. رومن و پال هیمن و سولوت در اتاق خود رومن رینز بودن، که پال هیمن اومد و گفتش که جی اوسو هنوز هست، هنوز دنبال توه، و اون به مدیسون اسکوئر گاردن برگشته، و رومن هم گفتش که اوکی دنبال منه دیگه، نیازی نیست فرار کنیم، فیس تو فیس باهاش صحبت میکنم. و دیدیم که دوباره در مین ایونت رومن و پال هیمن و سولو اومدن به رینگ، جی اوسام اومد به سالون از طریق تماشاچی ها، از جای ورودی تماشاچی ها، و درگیری داشت. خوب کار کرد جی، یعنی زد بعد سولو سرویس کرد و خیلی خوب وارد شد و کار کرد و درخشید، و رومن رینز رو چلنج کرد برای سامرسلم. یه عزیزی میگفت اینجا هست، من بهت قول میدم که جیمی و رو همیشه همینه، یه سری ها فکر میکنن که آره ما خیلی تو هیچ چالید نمیشه، ولی باز هم به حرفای رپتور رسلین پی میبرید، فقط دیروز زود داره داستان اینه. اینم از این، از شو اسمکداون، یه شو ضعیف که میگم بلادلاین خفنه، استوریا خفنه، ولی محتوای رسلینگی نداشت. دستم خورد به میکروفون. یه چیز دیگه هم بگم قبل ویدیو، بچه‌ها حالا نمیخواستم بگم، اینکه از این ویدیو به مدت، از دقیقا این ویدیو رو براتون یک شنبه دارم میذارم، به مدت 2 هفته من نیستم، و
تو این دو هفته یک روز در میون ویدیو براتون آپلود میشه. یعنی من ویدیو آماده کردم براتون میذارم، ولی خب ویدیوهای خیلی به روز نیستن. من فعلا بررسی را با اسمکداون که مثلا به روز همون هفته است و نمیتونم بذارم، و این دو هفته هم که نیستم و سعی کردم که هر روز ویدیو کنار بذارم، نشد. ولی با یکی از بچه‌ها که دمشون گرم خیلی کمک کرد، یه جوری ویدیو رو رسوندیم که تو دو هفته ما هر یک روز در میون یه دونه ویدیو رو داشته باشیم. اینم از این و کم کم دو هفته دیگه با ویدیوی جدیدتر برمیگردم. پس ویدیوهایی که در دو هفته آینده میبینید ویدیوهای قدیمی که واسه این هفته است که من ضبط کردم. دمتون گرم، میبینمتون تا ویدیوهای بعدی. لایک و ساب و کامنت فراموش نشه. بدرود.